اول بشه وارد حلقه قبلش هم میشه. چی داری میگی؟ سلام، خیلی خوش اومدین به کانال من مهدی علایی‌ام. امروز تو این ویدیو قراره بافت زنجیر رو آموزش بدیم، مدل دیسکو. این مدل رو تقریبا یک سال پیش من ضبطش کرده بودم. تصمیم گرفتم که این ویدیو رو دوباره ضبط بکنم، یکم کامل‌تر، یکم با کیفیت بهتر، فارسی البته این نکته هم هست، فارسی ضبط بکنم که بریم به این ویدیو رو ویدیو جذاب شه که داشته باشه. ببین، اصل کار آموزش بافت همچین زنجیریه. به این زنجیر میگن زنجیر دیسکو. این زنجیر شبیه دی ان ای در واقع مدل اتمی دی ان ای و به زنجیر گیس باف هم شناخته میشه. این زنجیره مدل دیسکو، مدل دو تاییشه، یعنی دو تا سری زنجیر توی همدیگه بافته شده. امروز میخوام این رو بافتش آموزش بدم. برای بافت این زنجیر من از حلقه های روی 4 میلیمتری استفاده کردم برای بافت این زنجیر، ولی خب چون یکم بافتش گیج کننده است و پیچیده است یه جورایی، با همین حلقه ها نمیبافمشون. ببینید، سال پیش من با همین حلقه های آهنی آموزش دادم، سال ادایی هم ندارم، ولی با این حلقه های آهنی آموزش دادم. همین امسالم قراره با همین حلقه آموزش بدیم، ببینیم که چطور میشه. خب دوستان، ببینید، ما 12 تا تونه حلقه آهنی رو آماده میکنیم و میذاریم روی تخته کارمون. این از 12 تا. و برای بافتش، من برای اینکه راحت تر تو دوربین دیده بشه البته از این حلقه بزرگ استفاده میکنم. ببینید، شما کافیه یه حلقه رو باز بکنید به این صورت و یه حلقه رو داخل رد ببندید. شما اینجاش که خب بافت زنجیر کوباییه، خیلی ساده است، خیلی تفاوتی نداره، ولی از اینجا بعدش یکم باید دقت بکنید. ببینید، حلقه سوم باز میکنید، میذارید کنار و دقت بکنید به حلقاتون، حلقه دوم و حلقه اول. حلقه سوم رو باید از حلقه دوم رد بکنید، ولی در همین حین خوب دقت بکنید این حلقه اول، از حلقه اول هم رد بکنید به این صورت، یعنی به این صورت در میاد. حالا این رو آروم ببندیدش و بذاریدش روی تخته کارتون. بعدش بیاین حلقه چهارم رو بازش بکنید، از حلقه سوم رد بکنید و از حلقه دوم هم رد بکنید به این صورت. اول، دوم، سوم و چهارم. حلقه پنجم رو باز بکنید، از این رد بکنید و حلقه قبلیش هم رد بکنید. اگر دقت بکنید این داره یه به اصطلاح پیچش ریزی رو براش ایجاد میشه. چند تا دیگه ببرم. درست. به همین صورت. ببینید، این الان حلقه ما، زنجیر ما در واقع. این مدل زنجیر دوتاییه. مدل های ستایی هم من داخل زنجیرهای طلا دیدم که به جای اینکه دو تا حلقه داخل حلقه اول وارد حلقه سوم وارد حلقه دوم و اول بشه، وارد حلقه قبلش هم میشه. چی داری میگی؟ ببینید، الان توی این شما پیچش رو میبینید، توی این هم دارید میبینید. معمولا زنجیر شما به این شکل ندیده نمیشه، ممکنه مثلا به این شکل دیده بشه. بعد از اینکه بافتیدش دقت بکنید به این شکل دیده بشه و فکر بکنید که اشتباه بافتید، ولی خب در واقع معمولا زنجیرای تاپ میخورن و اشتباه با میسن و در بهترین حالت به این شکل دیده میشه که به صورت گیس باف یا به صورت دی ان ای. من توی این زنجیر حلقه هاش رو جوش ندادم. خب سال پیش توی ویدیوم، اگر ویدیو رو خواستید میتونید از بالا نگاه بکنید، حالا یا این سمت یا این سمت، بستگی به داره گوشیتون فارسی انگلیسی باشه میاد، میتونید برید ویدیو رو نگاه بکنید. توی اون گفتم که اگر قصد ندارید که نوک حلقه هاتون رو مثل این جوش بدید، ببینید، نمیخواید نوکش رو جوش بدید، من میخواید نوکش باز باشه، ارزشش نداره، از وقتش نداره، حوصله سر بره، یا به هر دلیلی نمیتونید یا نمیخواید، پیشنهاد دادم که از نقره با عیار بالاتر از 90% استفاده نکنید. چرا؟ نقره 90% به بالا نقره نرم حساب میشه و به راحتی باز میشه، یعنی با یه فشار کوچیک نوک حلقه از هم فاصله میگیره و زنجیر به اصطلاح پاره میشه. نقره 84 مناسبه، چون نقره سفت حساب میشه. توی نقره توی طلا هم گفتم از عیار بالاتر از 14 استفاده نکنید، چون عیار بالاتر از 14 هم تقریبا نرمه و خیلی راحت پاره میشه. این بود از این آموزش. اگر خوشتون اومد لایک بکنید ویدیو رو، اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب بکنید، نوتیفیکیشنش هم بزنید رو حالت آل. اگر هم سوالی در رابطه با زنجیر یا کلا تلاسلی داشته باشید توی کامنت ها زمین بپرسید، حتما بهتون جواب میدم. یه موضوعی هم هست، توی فکرشم که یه دوره آموزشی تلاسازی ضبط بکنم. البته حالا من ادعای خاصی هم ندارم، ولی خب حد محدود چیزایی که میدونم منتقل بکنم. اگر هم دوست داشتید سابسکرایب بکنید که اون دوره رو از دست ندید. احتمالاً توی همین ماه آینده شروع میکنم ضبطش رو و همین. موفق و پیروز باشید.